سلام و درود به همه شما دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی دیگه از کانال من. خیلی خوشحالم که من دنبال میکنید. قبل از هر چیزی ممنون میشم اگه یه لایک پای ویدیو بکوبید که کلن سرجم 5 ثانیه هم وقتتون رو بیشتر نمیگیره، و اگه صاحب جدید هستید یا میخواید به من دیگه لطف زیاد بکنید ممنون میشم که یه کامنت انگلیسی هم برام کامنت بکنید تا صاحبتون نپره. امروز میخوام در مورد عرضه نسل جدید هیوندای سانتافه با قیمت 34,000 دلار آمریکا صحبت بکنم باهاتون. این نشون دهنده افزایش 5200 دلاری قیمت سانتافه نسبت به نسل قبلیشه. تیپ پایه این کراسوور کره‌ای که اس ای نام داره به تجهیزاتی مثل چراغ‌های ال ای دی، شیشه‌های دودی، رینگ‌های 18 اینچی، در صندوق برقی اتوماتیک، استارت از راه دور، صندلی‌های پارچه‌ای، صندلی‌های ردیف سوم، نمایشگر اطلاعات سرگرمی 12.3 اینچی با اندروید اوتو و اپل کار پلی و نمایشگر 4.2 اینچی در صفحه آمبر مجهزه. در بخش ایمنی هم هیوندای سیستم‌هایی مثل هشدار برخورد در نقاط کور، دستیار خروج ایمن، دستیار حفظ حرکت میان خطوط، هشدار توجه راننده با تشخیص برداشتن دست از روی فرمان و جلوگیری از برخورد جلو با قابلیت تشخیص عابر پیاده و دوچرخه سوار نوروز در نظر گرفته. تیپ بعدی SE نام داره و قیمت اون از 36450 دلار شروع میشه. این تیپ در بیرون از ریهای روی سقف بهره میبره و در داخل به نمایشگر خمیده پانوراما، تولوزی چرمی، گرمکن صندلی‌های جلو، شارژر DC می‌پوشی و سیستم سویچ دیجیتالی مجهز شده. تیپ بعدی که لوکس‌ترین و گرون‌ترین تیپ نسل جدید سانتافه هست، اسمش کالیگرافیه و قیمتش از 46500 دلار شروع میشه. از جمله ویژگی‌ها و تجهیزات این تیپ میشه به جلو پنجره منحصر به فرد، رینگ‌های بزرگتر 21 اینچی، تولوزی ناپا، صندلی‌های کاپیتانی ردیف دوم، یعنی اون صندلی وسط ردیف دوم نداره، به اینجا میتونید حرکت بکنید. هدآپ دیسپلی، آینه عقب دوربینی و شارژر DC برای یه گوشی اشاره کرد. تمام تیپ‌های سانتافه جدید با یک پیشانی 2.5 لیتری 4 سیلندر توربو ارائه میشن که 277 هست بخار قدرت داره و 421 نیوتن‌متر گشت و برد. این موتور به یک گیربکس 8 سرعته 2 کلاجه متصله و تمام تیپ‌های این ماشین به جز XRT به صورت محرک جلو ارائه میشن و سامانه 4 چرخ محرک با پرداخت 1800 دلار برای اونها قابل سفارشه. در بهار پیش رو برای سانتافه یک نسخه هیبریدی هم با قیمت پایه 36000 دلار ارائه خواهد شد. این نسخه که به یک پیشانی 1.6 لیتری 4 سیلندر توربو و گیربکس 6 سرعتی اتوماتیک مجهزه، مجموعه 323 هست و بخار قدرت و 367 نیوتن‌متر گشتاور داره. سانتافه هیبریدی فقط تو سه تیپ SEL، لیمیتد و کالیگرافی ارائه میشه که قیمت گرونترین اونها یعنی کالیگرافی با سفارش سامانه 4 چرخ محرک به 48800 دلار خواهد رسید. نه 48800 دلار خواهد رسید، اشتباه گفتم. خب بچه‌ها، اینم بود از معرفی نسل جدید هیوندای سانتافه. حتما نظرتون رو برام کامنت بکنید. از قیافش خوشتون اومد، خوشتون نیومد، از قیمتش مناسب بود، مناسب نبود، امکاناتش چطور بود و اینکه کلا با ماشین حال کردید یا نه. متاسفانه فکر نکنم بتونه تو بازار ایران حضور داشته باشه به خاطر قیمتش، گرونتر هم شده اول ویدیو گفتم، ولی به هر حال دونستن اطلاعاتش خالی از لطف نیست. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین و تا ویدیوی بعدی فعلا.